همراه هستیم با مهرداد فرهمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل از استانبول. آقای فرهمند سلام و عرض ادب. آقای فرهمند، با توجه به سوابق نقض حقوق بشر در عربستان و درخواست ائتلاف حقوق بشری برای جلوگیری از ورود این کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل، فکر میکنید حضور عربستان در چنین نهادی چه تأثیری بر اعتبار و کارایی این شورا خواهد داشت و آیا تلاش این ائتلاف موفقیت آمیز خواهد بود؟ بفرمایید. خب خیلی سخته که این ائتلاف بتونه موفق بشه، چون ما اگر به پیشینه شورای حقوق بشر سازمان ملل نگاه بکنیم دیدیم که عربستان تونسته که با موفقیت قبلا هم در این شورا رأی بیاره، وارد بشه، کرسی بگیره. حتی 6 ماه پیش کمیسیونی در همین شورای حقوق بشر هست که مربوط به حقوق زنان میشه. عربستان سعودی با وجود اینکه خیلی وجهه مثبتی در خصوص حقوق زنان نداره، اما 6 ماه پیش موفق شد که رئیس این شورا بشه و این در حالی است که از لحاظ استانداردهای حقوق زنان، چون شورای حقوق بشر حقوق زنان رو با استانداردهای غربی نگاه میکنه و درسته که در عربستان اخیراً اجازه مثلا رانندگی به بانوان داده شده یا اینکه حجاب اجباری برداشته شده، اما با این حال قوانین این کشور که ملهم از قوانین شرع هست در خصوص زنان همچنان ناهمخوان با استانداردهای غربی است. مثلا در خصوص انفاق، در خصوص اینکه تمکین، اینکه همسر زن باید حتما در هر جا که شوهرش بخواد اقامت کنه، اصولا قوانین شرعی که در خصوص زنان هست، اینها از دید شورای حقوق بشر قوانینی غیر حقوق بشری به حساب میاد. ولی عربستان با اینکه این قوانین هنوز فقط پاورجاست و صرفاً در مسائل مربوط به حجاب و رانندگی و اینها قوانین رو تغییر داده، شاید از برخی دیگر از کشورهای اسلامی خیلی عقب‌تر هم باشد. ولی عربستان شیوهی که داره برای اینکه بتونه مشکلش رو حل کنه و در این شوراها کرسی بگیره، اتکا به نفوذ سیاسی و همچنین نفوذ مالیشه. اصولا در سازمان‌های وابسته به سازمان ملل هر دولتی که توان مالی بیشتری داشته باشه، به خاطر اینکه میتونه بیشتر سهم داشته باشه در هزینه در بودجه سازمان ملل متحد و در هزینه اینکه این سازمان‌ها می‌کنند، امکان رأی‌آوری بیشتری هم داره و عربستان می‌دونید که با توجه به امکانات مالیش خیلی در این مؤسسات وابسته به سازمان ملل دارای نفوذ و در اونها حضور داره. در همین مورد 6 ماه پیش که من اشاره کردم در کمیسیون حقوق زنان شورای حقوق بشر، در اونجا با اینکه رئیس این کمیسیون 2 سالانه انتخاب میشه و 2 رئیس و رئیسش از فیلیپین بود و این رئیسی که از فیلیپین بود زیر فشار این لابی، با اینکه دورش 2 ساله بود، پس از 1 سال کنارگیری کرد تا اینکه عربستان بتونه وارد بشه و وقتی هم که رأی گیری میکردن برای انتخاب عربستان، هیچ دولتی مخالفت نکرد با انتخاب عربستان، با اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی عربستان وجهه مناسبی در خصوص حقوق زنان نداره، ولی بدون اینکه اعتراضی بشه، بدون اینکه هیچ رقیبی داشته باشه، به راحتی ریاست کمیسیون زنان شورای حقوق بشر سازمان ملل رو گرفت. در نتیجه در این ائتلافی هم که به پا شده برای اینکه جلوگیری کنند از اینکه عربستان بتونه کرسی بگیره در شورای حقوق بشر، خیلی سخت بشه دید که موفقیتی حاصل بکنند. بله، سپاس از همراهیتون. با تشکر از مهرداد فرهمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل از استانبول، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.